بزرگان محترم دوستهای عزیز مسلمانان قابل قدر گفتگوی جمعه امروزه ما تطمه و تکمیل درسها و خطابه جمعه قبلی هست ادامه موضوع گذشته جنایات دشمنان اسلام خصوصا روسهها در افغانستان شکی نیست که مسلمانان اهداف بزرگی کی رب العالمین به оن آن هدف آنها را مأمور гردоنده است غафلت کردهن هدф عظیم بزرگ кی пیروӣ از دین ترجمانی از دین رسоندаنи دین به معناи واقعی бر دیگаرоن ب جا آوردаن وراثة جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بشيوة ومتودهاي معقول ومناسب درست كسبب كاميابي دنيا وآخرتي مسلمان ها هست در این راستا تنبلی و غفلت و سستی صورت گرفته است ربالعالمین پیامهایی که در کتاب مقدسش بری پیروان مکتب فکر اسلام عزیز به عنوانهای مختلف از آن جمله کمکو مساعدتو همکاری و دستگیری از مظلومینو ازظعفا بیان فرموده است بری انسانها یک اطمینان خاطر یک انگیزه عظیم و بزرگی هست و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ما میخواهیم که احسان بکنیم انعام بکنیم زیر پوشش نوازش قرار بدهیم کسانانی را که در زمین ضعیف گردانده شدهاند مظلوم قرار داده شدهاند اما این مظلومین و ضعفا مسئولیتو وظیفه عظیم و بزرگی دارند در قبال این دین نصرت پروردگار شامل حال بندگان با شرایط میشه با ها میشه با میتودها و اصول و مقررات صورت میگیرد نصرت پروردگار به مسابه او نیست که تشنه شدی را بنوشید به مسابه ای اسباب و وسایل تجارتی نیست که از مارکت و دکان و شهر جاده ای رو دست بیاری و یا گرست نشدی همسان غذا باشه که بخوری او را بسازی پخته بکنی گرم بکنی یخ بکنی ای را بخوری نصرت پروردگار برای انسانها با های اصولی با روشهای خاص میآید ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین سست مشوید غمگین مشوید شما برتر و بلند هستید مشروط به اینکه شما مؤمن باشید غم و سستی از شما دور می شود مشروط به این که ایمانتان کامل باشد بلندی و برتری نصیب شما می گردد به شرط این که ایمان و اصول ایمانیات در زندگی خود تطبیق بدهید این وعده ای الله مخصوص به یک قشر نیست بयक جروح وبयक قوم نیست بسمت وسو و جهت نیست با و و مرتبه و مقام و منزلت وابستگی ندارد بلکه با مقررات دینی وابستگی دارد الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون اشارت إيه است بر دوست های الله نه ترس است نه غم هستند الذين امنوا آنانی که ایمان دارند مؤمن هستند ایمان می آورند وكانوا يتقون و ایمانشان بر منهج تقوا است بر منهج خدا ترسی بر اصول خوف و خشیت هست پس این یک آزمون بزرگ پروردگار هست که در زندگی دنیا در این زندگی محدود انسانیت الله با چنین آزمونها با چنین امتحانات با مسیر کامیابی با مسیر رسیدن به هدف والا و مقدس پیش میبره بسیاری انسان ها در این مسیر عقب میمانند شکست میخورند اینها عاجز میمانند اما در عالم اسباب همه وسایل و اینها هست همه وسایل با خود می داشته باشند علت شکست و عقب ماندن و سستی و تنبلی از اینها وسایل نیست مادیات نیست آن ضعفیت ایمان و تقوای از این هاست عزیز الله کامیابی داد و در مقابل بزرگترین قدرت جهانی انها را الله پیروز گرداند با دسته های خالی با پاهای برهنه با شکم گرسنه در سنگرهای داغ جهاد با ايماني کامل با عقیده راسخ استادگی کرده اند امپراتور عصر اینها شکست دادن از آن صحنه ها دو تا حکایت مختصر خدمت شما معرض می کنم اون مجاهدین واقعی کی برای ما گفتند با گوشه های خود شنیدم که ما نهایت سرد بود تنها یک پلتگکی گویگرد باقی بود و چنان یخ بود هیچ حد و اندازهای نداشت برفم بود نه نانی بود نه آبی بود کی بخوریم و بینوشیم این پلتگکی گویگرده که استفاده کردیم بری آتش کردن ایمرد ای هم نتیجهای به ما نداد کمی پنبه بود یکی از مجاهدین سنگ در سنگ زد با قدرت الله آتش برآمد این پمبه درد گرفت چوبه های تر که میشوپیدی او میچکید از آنها خدا شاهد است بالای این پمبه گذاشتیم چنان میسوخت که مثل تیری پترول ای کرامتی و جهاد و عقیده و عمل و اخلاصی هست احساس نمی کردیم در کوزگک هم آب می نوشیدیم و هم در او ما دیگ میکردیم یکی از صحنههایی که به انسانها پیام بزرگو عظیمی دارد آنجا نه اسباب بود نه وسایل بود نه مادیات بود نه چنین قوتو طاقتو توان و نیرو بود نه تعداد کثیرو جمع غفیری بود ولی اینها همه مجهز با ایمان و عمل بودند رب العالمین این کامیابی ره نصیبی از اینها گرداند شخصی کی نو تا روسه کشته بود که مه دیدم و ایره زیارت کردم هنوز زنده است از پاها فلش در بیستر افتیدگی در حالت فقر و گرسنگی به سر میبره ولی میگوید که همان ایمان و غیرتی اسلامی و انسانی و افغانی مه ایجاب نکرد که مه از کسی چیزی بخواهم سرگروپها و زیردستهایی مه به بلدینگها و قصرهها و موترهایی زرعع رسیدند ولی مه گفتم اجر شه پاداش شه ای الله در آخرت استو میخوان نوه نفر مرا مهاسره کردم و مه تنها و تنها هشتا مرمی دارم در تفنگ خود هشت مرمی دارم کسی که از بالا آمد بالای سری ما از روس ما زدم افتید پیش ما و زمانی که ما کلکوف یزی را میگیرم پر از مرمی هست شاجور یزی اشتای دیگر یزی را ما کشت و ما اشکایش میریخت خدا شاهد است که این صحنه را بیان میکرد آمدم به قریه امن و امان و آرامی غسل کردم نمازای خود خواندم شب پیانبر بزرگوار علیه السلام خواب دیدم و بری ما یک تحفه میته بری ما یک میدال و جایزه می ته که تو یک خدمت عظیم و بزرگی ره در دین تو انجام دادی ما تحفه محمد ا رسول الله ره در خواب گرفتم از پیشش اگر ببینیم در اون وقت از آن از حال کرده عقب ماندگی بود مشکلات بود ولی عقب مندگی در عمل نبود در اخلاص نبود در نیت نبود سی سد و سیزده را الله بر یک هزار بالاتر پیروزی نصیب میگرداند سی هزار را در مسیر غزوه تبوک با یک سد و, و یک هزار الله غلبه میدهند پس مسلمان ها بزرگترین بزرگترین فاجعهای که دامنگیر مسلمانها شد هرکس به خود هر تعبیری میداشته باشه بین به با تعبیر اسلام عزیز یا با بررسی های دین و یا به تحلیل های کتاب الله ما مراجعه بکنیم که زمانی که در عقیده و در عمل و اخلاص تغییر آوردی رب العالمین در وجودو تغییر میاره إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم الله در يا قوم تغير نميارا تبدل نميارا تا إن قوم در خد تغيير و تبدل نآورند همان جغرافيا أفغانستان عزيز بود همين إنسانها پدران و برادران و بزرگان و آبا و أجداد من و شما بودند امپراتور و مثل آن و آل کرده قویتر و مجهزتر و منظمتر بودن ولی با اشغالها با امپراتوری با گسترش نبودنی گلمه های قدرت و سلطه و تصرفاتشان حتی الامکان کوشش میکردن به سطح جهان و دنیا رسوا شدن اینها را الله متعال رسوا ساخت و این رسوایی به پاس نیتو اخلاص و عمل یک مشت مسلمانهای فداکاری بود که در راه الله منان قربانی دادند و اینها حیات دنیوی ره با حیات همیشگی معاوزه کردند و اینها مادیات با حقیقت اینها تجارت کردند جانهای شیرین مالهای حلال خوده دادند از الله ذالجلال جنت خریدهاند ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه الله خریدار هست تو مسلمان فروشگار هستی الله میخره مالی کی میته برت پولی کی میته عوزی میته جنت چیزی ره کی از تو میگیره جانی عزیزو مالی تس در راه الله با گرفتن این جان و مال بری تو سهتا این عم میته یکیش که عوض جان و مالت ازت جنت دوم دو رضایش سیوم دیدارش رضا و دیداری الله بالاتر از جنت است ارزشش از جنت بالاتر هاست جنت مخلوقی الله است توا الله را به دست مییاری که همه چیز در تصرف و در اختیارات الله زلجلال هست دوستای عزیز ما خدمت شما آنچه که در لابلوی این جمعه بر حسب تتمه و تکمیل جمعه دیگر عرض میکنم مختصرانه مروری بر موضوعات این است که از شکست روسها تا پیروزی مجاهدین از پیروزی مجاهدین تا کنفرانس بن از کانفرانس بن تا تهاجم امریکا در افغانستان از تهاجم امریکا تا کانفرانس لندن 24 از کانفرانس لندن 24 تا کنفرانس بروکسل 216 از کنفرانس بروکسل ۲16 تا معاهده جامعه جهانی با حضور 70 کشور در این افغانستان و سی تا مؤسسات خارجی صد هفتاد کشور 30 مؤسسه در مجموع 100 100 کشور جمع کمک و معاهداتشان تا این که 2020 امیعاد و معاهده تا 2020 پیلان شده و تئی شده روز چرا بر افغانستان آمد سه تا هدف داشت با سه تا هدف به این کشور مظلوم تهاجم آورد هدف اول احساس خطر از اشغال افغانستان توست دیگران ایرا گو ما همسایه هستیم حق داریم که دیگرها افغانستان اینها یعنی اشغال میکنند و بر بالای ما حکومتو حاکمیت میکنند ما بیم داریم ان نقشه ره اقبال رحمه الله چنین ترسیم کرده است که آسا یک پیکری آب و گل است کشور افغان در آن پیکر دل است از گشود او گشود آسا و از فساد او فساد آسیا یک یک علتی یک سببی که روس بیان میکرد علت علتی تهاجم و اشغالش را همین بود که ما بیم داریم که افغانستان همسایه ها اشغال می و می گیرن. دوم به همایش گذاشتن قدرتش به سطح جهان افغانستان یک نقطه مشق قرار داد چنانچه که یک نشان زن سنگی را چوبی را کاغذی را میگذاره نشان میزنه که ببینم ضرب تفنگ ما و نشانی ازی چقدر درست میخوره چقدر تاثیر داره ایره میدانی تاخت و تاز و یورشبری، و به صورت اشغال به همایش گذاشتن قدرت خود به سطح جهان که این جیته های سریع از سیر این هواپیماها، این هلیکوپتر ها این ابزار و وسایل جنگی را مدارم به جهان نشان بدم که من خیلی امپراتور و قدرت من هستم دوم سبب سوم دو دوستایشان که از داخل سر و صدا کردن و هواداران و هم پیمایانشان هم پیمان و معاهدینشان از آنها خواستن که شما بیاین به سر وقت ما برسین ورنه این رژیم ورنه این تنظیم ورنه این نهضت سازمان همه و همه از بین میرود نام و نشانی بریزی باقی نمی ای سه تا سبب بود که هسب گفته و خاسته های اتحاد جماهر شوروی بر این کشور یورش برد به هر حال اهداف امریکا و متحدانش در افغانستان اول احساس خطر از تروریزم امریکا میگفت که با متحدانش که آمد مبارزه می کنیم با تروریزم کسایی که تروریزم هستند کسایی که انسان ها را میکشن کسایی که خونه ها را به ناحق میریزانند ما در یک بررسی و جمعوری با حواله و سند خدمت شما در پایان این گفتمان ان شاء الله ایر عرض میکنم دوم آوردن امنیت در افغانستان ما امنیت میاریم ما زمین امنیت و کفیل امنیت جهانی هستیم ایره در افغانستان عملی میکنیم امن و امنیت در دستی الله است مسلمان امنیت خوده از غیر مسلم میخواهد و دستی طلب نمودن و گداگری امنیت از اجانب و از بیگانگان و از مخالفین میداشته باشد نمبر سه با سازی و آبادانی افغانستان و خدمت شما ما عرض بکنم که این اهدافی که روس داشت این با این اهدافی کی امریکا همه از اینها قدرتگشایی سلطهنمایی تصرفات و در یک کلمه مخالفت با اسلام عزیز هست فقط و فقط مخالفت با اسلام و مخالفت با پیروان واقعی مکتب اسلام عزیز دشمن از جنگ رویارویو جهاد با مسلمانها عاجز است و عاجز هم آمده است ولی به بهانه های دیگر به آدرس های مختلف با ابزاره های گوناگون با پول و مادیات با تعلیم و تربیه با کرسه ها و همایشات متعدد نسل جوان فرزندان مسلمان ها را از فرزند عالم تا فرزند مجاهد از فرزند مجاهد تا پسر دهقان و چوپان اینها را زین سازی می کند مغز شوی می کند اینها را می خواهد که در تصرف و کنترول خود با بهانه های مختلف بیاره اینها با پول می و با سهولت می شه با تبلیغات می شه با هر سیستمی که می در این راستا دشمن خیلی ماهرانه مکارانه هوشیارانه گام گذاشته به پیش می رود جوان اغفال میشه دختر و پسر اغفال میشن اندیشه و انگیزه اسلامی ازی خیلی ضعیف هست ای شکار میشه خواندن یک نماز بری ازی به مسابه قیام قیامت مشکل هست ولی در سردی رفتن در سردی و وقت زایه کردن انتظار نمودن در صفها و لینه ها سواری را کردن همه از اینها به ای آسان هست در صبحگا رفتن با کرسه ها و عناوین مختلف برش آسان است آمدن به مسجد برش قیامت هست رفتن به ورزشگاه بسیار ساده و آسان است بریزی خواندن نماز بریزی مشکل هست خدا در عرق شوت پود میکنه هیچ مشکل برش تمام نمیشه ولی چهار تا دست پایشه با چهار اندام کردن خیلی مشکل دشوار بریزی تمام میشود پدر را پرسان میکنه در تاجکستان تا سن 18 سالگی را رفتن به مسجد من است چرا دشمنا را میدانن که سنی هست که انسان ذهنا بالغ میشه فکرن بالغ میشه حق و باطل تفکیک میکنه ولی پیامبر ما میگه از هفت سالگی تلقین این را به بکن تا هش... تا سالگی را خوگر میشه عادت میگیره در قلب و در سینه ازی عبادت پروردگار و عقیده حق میشه مهر میشه مرگ میشه هیچ بادی فتنه ای را از جای نمی دور نمیبره در احتزاز و تذبذب ایره نمیاره او میگه زمانی که تا هده سالگی ره در ماحول کفری تربیه شد اینه نماز میخوانه نماز ای سپورد میدانه العیاظ بالله قرآن خواندنه یک مفکورهای عقبمانده میدانه کتاب مقدس قرآن کریمه العیاظ بالله قاموس کهنه تعبیر میکند به عناوین مختلف شما میدانین بیرون کردن ثقافت اسلامی از دانشگاه ها و پهنتونها ها چه سبب داره در کجای قرآن از الف تا یای قرآن به الله قسم به امی کتاب مقدس قسم یک جا دهشت گردی نیست در یک جای از قتل ناحق نیست در یک جای از ای ریزاندن خون بدون موجب نیست خون میریزانه حیات منو تو حیات من را بیمه میکنه و لکم فی القصاص حیات میخوای زندگی عزتمندانه داشته باشی سرطانها را از میان بردار اینها را گوم که تو عزتمندانه زندگی کو ای پیشی مه ایجرزشی نداره نظرابن حاریث بعد از اینکه در غذبه احد اسیر شد در مسیر مدینه در صورت حضرت علی تست کرد بعد از تف کردن گفت همی محمدی که ما آنجا مقابله کرده بودم پول خوده مصرف کردم با کتابی کی آورده مخالفت کردم در حالت اثارت و بندی بودنم با ای مخالفت می کنم پیانبر بزرگوار جبرهئیل آمد گفت الله میگه ای دشمنی مهست دشمن کتاب الله دشمن محمدا رسول الله یک ویروس میکروبی خیلی پلید ناپاکست ایره ازبین بردار در مسیر مدینه کشتش خو ذریعه او خدایی که منو تو را پیدا کرده است او ایره دستور میدهد نیست در هیچ جای ازی در دین نیس آ یک چیز شما بررسی دقیق بکنین ما به عنوان یک ملا معیوب هستم عیبی هستم مجرم هستم گنهگار هستم ایرا به دین مه نثبت نتین ما خودم مجرم هستم خود مه گنهگار هستم دین مه دین کامل است ان الدین عند الله الاسلام دین پسندیده نزد الله دین اسلام هست عیبه مه میکنم دشمن اعتراض بر قرآن میکنه عیبه مه میکنم دشمن انتقال به محمدا رسول الله میکنه عیبه مه میکنم دشمن اعتراض بر دینو بر عقیده توحید میکنه اول این که مه باید ای گناه ره مرتکب نشم مه خودا اصلاه بسازم ولی زمانی که دشمن مره به عنوان ابزار در مقابل الله در مقابل کتاب الله در مقابل رسول الله استفاده میکنه پس اینجاست که این خامی و کوتایی از خود دشمن است مه خوده اصلاح بسازم زمینه ره مساعد نسازم که دشمن بر بالای مه اعتراض و انتقاد بر دین مه به آدرس مه بکن کسانانی که یک مرور مختصر با جنگه های گذشته که انسانیت کشتن و پامال کردن و حقوقشان زیر پای گذاشتن و را مختصرا خدمت شما عرض کنم در تاریخ بشریت بزرگترین جنایت که ها انجام داده اند جنگ جهانی اول کشته شدنی بیش از ابده میلیون انسان آنجا مسلمان ها ایش دخالتی نداشتند جنگ جهانی اول کشته شدن بیش از ۷ب ملیون انسان هیچ مسلمانی در این جنگ داخیل نبود هیچ انگیزه ای از طرف ای اسلام و مسلمین نبود بر این ا ای یک نمبر دو نمبر دو کشته شدن بیش از ۵۵ ملیون انسان توست دوبم ناکازاکی که ۵۵ میلیون بیشتر انسان کشته شد ایج مسلمانی دخیل و سهیم نبود جنگ خود دشمنان اسلام آغاز کردن و انسانیت پینجا و پنج ملیون بیشتر از بین بردن جنگ ویتنام کشته شدن بیش از پنج میلیون انسان اینجا ایج مسلمانی دخل نداشت اج مسلمان شریک نبود جنگ بوسینی کشته شدن بیش از پنج هزار انسان آغازگر دشمنان اسلام بودند بر بالای مسلمان ها اتاخت تازه آغاز کردند بیش از پنج هزار انسان اینها کشتن جنگ آغاز کردند یورش بردن بر بالای مسلمان ها جنگ عراق کشته شدن بیش از یک میلیون یکنیم میلیون و دست هزار انسان آغازگری ازی خود دشمنان اسلام بودن ایج مسلمانی نبود که ای جنگ آغاز کرده باشد تهاجم روس بر افغانستان کشته دادنی از شوروی ها تا کمونیست های داخلی پینجا و, نو هزار و, و, پینجا و نفر از کفار در این سرزمین کشته شد خسارات چقدر بر مسلمان ها گذاشت یکنیم ملیون شهید ی پنج میلیون مهاجر آواره دو و یکنیم ملیون معیوب معلول یکنیم میلیون معیوب معلول و بیش از یکنیم میلیون بیجا شده از یکجا به جای دیگر و هزارها مهراب مسجد هزارها باب مدرسه هزارها شفاخانه لکه ها و ملیون ها پول پول چکه راه های عامه همه گی از خراب شد همه از این خراب شد و آغازگر این جنگ روس بود و دشمنان اسلام بودن بعد از این که امریکا با همه زرق و برق خود آمد تهاجمی از آغاز شد تا هنوز ادامه داره در کشوری عزیزی ما روزانه تابوت ها تابوت ها انتقال داده می شود از هر دو طرف که کشته می شود مسلمان و افغان کشته می شود و دشمن ها افرادشان که چقدر که کشته می شود آنها اشغالگر هستند حمله کردن بر بالای کشور تصاحب کردن را به واسطه به قدرت رساندن تعدادی از انسان ها افرادی از انسان ها مشتی از انسان ها چقدر خسارات در قبال داره ما تروریز از بین میبرم این جنگهایی که نام گرفتم ای قدر ملیون ها انسانی که کشته شد اینها را کی کشت این خسارات کی به بار آورد همه از طرف دشمنان اسلام صورت گرفته هست و رولم دشمنان اسلام داشتند با پاسی جهاد مقدس مجاهدین الله پیروزی نصیب گردان ولی متاسفانه رهبران جهاد و مجاهدین استفاده درست از این پیروزی ننمودند زمانی که آنها استفاده درست ننمودند اینجاست که مشکلاتی از اینها چالش های متعددی از اینها سری راه را گرفت هنوز دست و پنجه نرم میکنن ما با تجدید عهد با الله با تجدید عقیده با الله با تعهدات بر مبنای ایمان فطری با دین با کتاب الله با محمد رسول الله نیاز مبرم و کلی داریم دوستای عزیز بخواهیم که از همه معزله ها از همه مشکلات از همه دربدری ها نجات بیابیم فقط رایش همی هست ما دیگر چاره ای نداریم دربدر شدیم مسلمان مسلمان نمی خونی مسلمان پیش مسلمان به مسابه خونی, خونی یک گنجشت ارزش نداره و این حربه ابزار است که دشمن در مقابل منوتی را به کار میبره و استفاده میکنه بیدار شو ورنه ذریعه فرزندت میکشد ذریعه برادرت میکشد ذریعه همسایت میکشد نفعکی میبره سودکی میبره زیانکی زیانمند نقصانمند و خسارمند من و تو میشویم اگر چی آخیرتی کسی که کشته میشود خوب میشه مظلومانه کشته شده است آخیرتش خوب است الله میبخشه او را ولی این زیان این ناامنی این برادر کشی این قتل و قتال و غارتگری همه ازی پیامد و دستاوردههای دشمنان اسلام است کی بر بالای منو تو ایره مثلت ساخته است رایی برون رافت از این معزله ها و مشکلات فقط دو راه است که بخواهیم در زندگی خود انتخاب بکنیم دو راه است یکیشه اجمالا عرز کردم تجدید عهد به الله تجدید عهد بر سنت رسول الله تجدید عهد بر کتاب الله کی در میان منو تو گذاشته شده یکیش ایس دوم بیداری اسلامی به عناوین مختلف به آدرسهای مختلف اولادای تانه جوانای تانه اهل قریه و منطقه تانه بیدار بسازین اینها ره آگاه بسازین باز هم این آگاهی برمیگردد به کتاب الله به سنت محمدا رسولالله زمانی که فاصله گرفتیم یکی از دانشمندان نسبت به چند دارشمند این حرف می دهند والله اعلم به سید جمال الدین به مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمه الله می گوید یهود و نصارا از کلیسا و از عبادتگاه فاصله گرفت او ترقی کرد از عبادتگاه هایشان فاصله گرفتن ترقی کردند مسلمان از عبادتگاه فاصله گرفت تنزل کرد بسیار مثال کوچک پیانبر میگه یک خانم است در مدینه مره حجو میکنه به دین مه توهین میکنه به نبوتم توهین میکنه به کتاب الله توهین میکنه بر علیه اسلامو مسلمین بر سر پیکارو نبرد هست پام پیامی کشتنی را جبرائیل از طرف الله بری مه آورده هست کی از یاران مه از صحابه های من نمیگه نه آدرس شه میفهمه نه جای کی هست این عمل انجام بدد که نبوت روح روان دینی را از شر این خانم محفوظ و مسئون بداره ما عرض کردم عنوان فراموش نکنین ما که فاصله گرفتیم از عبادتگاه ها خار میشیم هم دیگر میکشیم با مال و آبرو یک دیگر تخت و تاز میکنیم یهود و نصارا که فاصله گرفت ترقی کرد اونجا عبادتگاه هایشان چیزی نداره جز خرافات و شرک و عنعنات و رسومات باطل عبادتگاه من و تو همه چیز داره عبدالله ابن ام مکتوم صحابه نابینا جای نماز میگیره بعد از بزو داخل مسجد میشه یا الله که نابینا هستم نمیتوانم بر سنگری داغ جهاد بروم ولی آرزوی جهاد و شهادت دارم در جنگ قادسی ا زمان خلافت حضرت عمر شهید میشه بععد از خواندن نماز و گذشتن یک حصهی شب در کوچههای مدینه میبرایه از یک خانه صدا میشنو کی خانم قران حجو میکنه خوب گوش میداره پیانبر حجو میکنه دین توهین میکنه داخل میشه سری ازیره قلم میکنه داخل رومالو ظرفی که با خود داشت بیرون مسجد میگذاره پس به مسجد میه از مسجد رفت پیروزمندانه به مسجد برگشت کامیابمندانه عبادت خوده انجام داد تا صبح نماز صبحه در امامت محمدا رسول الله ادا کرد بد از آن گفت جبرئیل آمد گفت کسی که دین حجو میکرد تو ره حجو میکرد قرآن حجو میکرد یک صحابه ای ره مردار کرد پیانبر علیه السلام میگه کیست ای صحابه کیست او ریاکار نبود خودنما نبود خاموش مینشینه همگی میرن بعد از خواندن اشراق به صحبت پیانبر مینه یا رسول الله امی کار توفیق ش الله بری م داد جبرائیل امین میآیه در پهلوی قصر محمدا رسولالله در جنت الله بری تو ای عبدالله ای عبدالله ابن بی الله متال بری تو ابن ام مکتوم الله متعال بری تو ی قصری نصیب میگردان مسلمان بخواهی که ای معزله و مشکلات حل بسازی برگشتن به عبادتگاها برگشتن به کتاب الله برگشتن به تجدید عد با الله ذالجلال ورنه در قرن بیست یک منو تو زندگی می کنیم حساسترین قرن هست پر مشکلاتترین قرن هست فاسدترین زمانی هست که منو تو در این مسیر زندگی خوده روان هستیمو میرویم پیانبر ما میفرمایه یکی از علامه های قرب قیامت این است که مقتول نمیدانه که چرا مه کشته شدم قاتل نمیدانه به کدام انگیزه ای ره کشتم منو شما ایره به چشم سر ای صحنه ها ره می بینیم و مشاهده می کنیم الله منو شما ره توفیق عمل نصیب بکه